در توییتی که اخیراً منتشر شد، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و مبتکر میلیاردر، اشاره کرد که در آینده در ایستگاه‌های شارژ خودروی تسلا امکان پذیرش دوج کوین برای پرداخت وجود خواهد داشت. ماسک در پاسخ به توییتی از رایان ظهوری که این میلیاردر رو در پست خودش پیرامون ایستگاه‌های شارژ تسلا در سانتا مونیکا تگ کرده بود، گفت: البته که شما میتونید با دوج کوین پرداخت کنید. رایان ظهوری نوشت این ایستگاه‌ها به محض باز شدن پر شدن و برای اثبات این ادعا تصویری از یکی از این ایستگاه‌ها منتشر کرد. میلیونرشایی‌های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم درباره پذیرش دوج کوین در جایگاه‌های شارژ تسلا صحبت کنیم. خوشحال می‌شیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. دوج کوین ارز محبوب شرکت تسلا. ایلان ماسک، رئیس تسلا که به دلیل نوآوری‌ها و توییت‌هاش مشهوره، اعلامیه‌ای در حمایت از دوج کوین منتشر کرد. اون در توییت اخیرش اعلام کرد که ایستگاه سوپرشارژر تسلا به زودی از دوج کوین به عنوان روش پرداخت پشتیبانی می‌کنه. ماسک در پاسخ به توییت رایان ظهوری، بنیانگذار کنسول تسلا، برنامه‌هاش رو در مورد دوج کوین به اشتراک گذاشت. ایلان ماسک، بزرگترین حامی دوج کوین، گفت در توییتر خود از ظهوری: به دلیل اینکه سوپرشارژرهای جدید سانتا مونیکا تنها در 10 دقیقه بعد از باز شدن با استقبال زیادی روبرو شدن، تمجید کرد. این توییت در بین جامعه دوج کوین در مورد آینده بزرگترین ممکوین جهان جوی مثبت ایجاد کرده. در دسامبر 2021، غول تولید کننده خودروهای الکتریکی آزمایش پرداخت با دوج کوین رو با فروش برخی از کالاهاش آغاز کرده بود. حالا با پذیرش این ارز به عنوان روش پرداخت در جایگاه شارژ تسلا، باعث شده قیمت این رمز ارز مقدار قابل توجهی رشد کنه. از طرفی، همونطور که گزارش شده، شرکت اکتشافات فضایی اسپیس ایکس دوج کوین رو برای ماموریت ماه به نام دوجوان که قراره در 3 ماه اول سال 2022 به فضا پرتاب کنه قبول خواهد کرد که در رشد قیمت اون بی تأثیر نبوده. ایلان ماسک اخیراً اشاره کرده که در آینده ممکنه استارلینک و اسپیس ایکس پرداخت با دوج کوین رو بپذیرن. ایلان ماسک در حال حاضر دقیقاً مشخص نکرده که پرداخت برای چه چیزی با دوج کوین ممکن خواهد بود. افزون بر این، دقیقاً مشخص نیست که منظور مدیرعامل تسلا اینه که دوج کوین فقط در سینماهای خودرویی این شرکت قابل استفاده خواهد بود یا همه ایستگاه‌های سوپرشارژر از اون پشتیبانی می‌کنن. در هر حال، انتشار این توییت با استقبال طرفداران دوج کوین همراه بود. ماسک به عنوان یکی از طرفداران سرسخت دوج کوین همیشه وعده داده بود که این رمز ارز رو به عنوان یه روش پرداخت به مدل تجاری تسلا میاره. این شرکت چند وقت پیش پذیرش دوج کوین رو به وبسایتش اضافه کرد، اما هنوز امکان خرید خود رو با این رمز ارز وجود نداره. پیشتر یه گفتگوی توییتری بین ایلان ماسک و چانگ پنگ ژاو، مدیرعامل بایننس، به وجود اومده بود که نشون میداد تسلا به شکل جدیتری درگیر بازار رمزارزها شده. با این حال، اخیراً مشکلاتی در تراکنش‌های شبکه دوج کوین و بایننس به وجود اومده که نگرانی‌ها رو درباره سرمایه‌گذاری روی این ارز دیجیتالی افزایش داده. به نظر شما بالاخره شرکت تسلا از دوج کوین به عنوان روشی برای خرید خودرو استفاده خواهد کرد؟ شما فکر می‌کنید حمایت‌های ایلان ماسک تا کی ادامه خواهد داشت؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.